سلام و درود میگم خدمت همه دوستان. امیدوارم مثل همیشه خوب و سرحال باشید. هدف ما از تمام کارهایی که تو زندگی انجام میدیم رسیدن به خوشحالی یا تلاش برای حفظمونه. این واژه بیانگر زمانیه که ما احساس رضایت، خوشنودی و حتی شادی میکنیم. با این حال همیشه تعریف خوشحالی سخته. البته از طرف دیگه شاید بدبختی و غمگین بودن راحت تر قابل شناسایی باشه، چرا که وقتی با اون مواجه میشید اون رو میفهمید. خوشحالی خیلی کمتر از اون چیزی که فکر میکنید با شرایط زندگی در ارتباطه. در اصل شرایط زندگی ارتباط چندانی با خوشحالی نداره، چرا که خوشحالی تحت کنترل شماست و نتیجه عادات و نوع نگاهتون به زندگیه. بخش زیادی از خوشحالی شما بر اساس عادت‌هاتون تعیین میشه و شما باید به دقت اونها رو زیر نظر داشته باشید تا عادت‌های بد باعث اندوه و ناراحتیتون نشه. بعضی از عادت‌ها بیشتر از بقیه باعث عدم خوشحالی میشن و اگر شناسایی بشن میشه به سادگی از اونها اجتناب کرد. در این برنامه با ما همراه باشید تا 7 تله‌ای که خوشحالی شما رو محدود میکنن با هم بررسی کنیم. قبل از هر چیز اگر تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جا نمونید. بروز ندادن احساسات. یکی از بزرگترین تصورات غلط درباره هوش هیجانی یا همون EQ اینه که باید احساساتمون رو سرکوب کنیم و بروز ندیم. اگرچه این مسئله درسته که احساساتی وجود دارن که افراد دارای هوش هیجانی بالا به اونها اجازه نمیدن که ناگهان فوران کنن، اما اصلاً به این معنا نیست که این احساسات بیان نمیشن. هوش هیجانی به معنای احترام به احساسات و اجازه دادن به خودتون برای تجربه تخلیه هیجانی ناشی از پذیرش اون احساساته. فقط در این صورت میتونید این احساسات رو به گونه ای بروز بدید که به توانایی شما تو رسیدن به اهدافتون کمک کنه. پس به بهانه هوش هیجانی بالا احساساتتون رو سرکوب نکنید. صرف زمان و تلاش بیش از حد برای به دست آوردن مادیات. افرادی که تو فقر زیاد زندگی میکنن زمانی که شرایط مالیشون بهبود پیدا میکنه به شدت خوشحال میشن، اما این خوشحالی همیشگی و مداوم نیست و تبدیل به یک روال عادی میشه. حقیقت اینه که چیزهای مادی شما رو خوشحال نمی کنن. زمانی که عادت به دنبال کردن چیزهای مختلف دارید، احتمال بیشتری وجود داره که خوشحال نباشید، چرا که علاوه بر تجربه ناامیدی بعد از رسیدن به اونها متوجه میشید که اونها رو به قیمت چیزهایی واقعی مثل دوستان، خانواده و تفریح به دست آوردید که میتونستن باعث خوشحالی شما بشن. منظور ما این نیست که پول ناراحتی میاره، بلکه برعکس باعث ایجاد شادی میشه. ولی اگر بیوقفه فقط هدفتون از زندگی رو بذارید روی کسب درآمد و مثل تراکتور کار کنید، درآمد بیشتر میشه وظیفتون و هیچ شادی دیگه‌ای در موفقیت وجود نداره. انتظار برای آینده. این که به خودتون بگید من زمانی خوشحال خواهم شد که مثلا ارتقای شغلی بگیرم، این یکی از ساده ترین عادتهایی که باعث احساس بدبختی میشه. این که این جمله رو چطور به پایان برسونید واقعا مهم نیست، چرا که تأکید بیش از حد روی شرایطه و شرایط بهتر منجر به خوشحالی نمیشه. زمان خودتون رو در انتظار برای چیزی تلف نکنید که ثابت شده هیچ تأثیری روی حالت شما نداره. به جای اون به خوشحالی تو زمان حال توجه کنید، چون هیچ ضمانتی برای آینده وجود نداره. مقاومت در برابر تغییر. تغییر بخش اجتناب ناپذیر زندگیه و افرادی با اون می جنگن که در تقلا برای کنترل همه چیز هستن. مشکل چنین دیدگاهی اینه که جنگیدن با تغییر در واقع میزان کنترل شما روی موقعیت رو کمتر میکنه.
چرا که بین شما و کارهایی که باید انجام بدید تا موقعیت بهتر بشه مانعی ایجاد میکنه. راهکار اینه که برای تغییر آماده باشید. زندگی بازی حدس و گمان نیست که بتونید میزان درستیتون در پیشبینی اون چه در آینده اتفاق میفته رو بسنجید، بلکه باید به پیامدهای تغییرات بالقوه فکر کنید تا وقتی ظاهر شدن در مقابلشون مقاومت نکنید. اولین گام اینه که قبول کنید حتی باثبات‌ترین و مطمئن‌ترین رویه‌ها در زندگیتون همیشه تحت کنترل شما نیستن. افراد تغییر می‌کنن، تجارت‌ها بالا و پایین میشن و هیچ چیز برای مدتی طولانی به همون شکل باقی نمی‌مونه. وقتی به خودتون اجازه میدید تا تغییر رو پیش‌بینی کنید، می‌فهمید که اگر تغییر رخ بده چه انتخاب‌هایی دارید. در ضمن با رخ دادن تغییرات از گرفتار شدن در احساساتی مثل شوک، شگفتی، ترس و ناامیدی جلوگیری می‌کنید. البته ممکنه این احساسات منفی رو تا حدی تجربه بکنید، اما قبول این که تغییر بخش جدایی ناپذیر زندگیه به شما کمک می‌کنه تا منطقی فکر کنید. بدبینی. هیچ چیز به اندازه بدبینی احساس بدبختی رو تشدید نمی کنه. نگرش منفی تأثیر بدی روی حالات شما می گذاره. یعنی اگر انتظار چیزهای بدی رو داشته باشید، بسیار محتمله که همون چیزهای بد براتون اتفاق بیفته. خلاص شدن از افکار بدبینانه خیلی سخته، مگر اینکه بتونید تشخیص بدید که این افکار چقدر غیر منطقی هستن. خودتون رو وادار کنید که به واقعیت ها نگاه کنید تا متوجه بشید که همه چیز به میزانی که شما فکر می کنید بد نیست. چشم و همچشمی. حسادت با خوشحالی سازگار نیست. بنابراین اگر دائما در حال مقایسه خودتون با دیگران هستید، لطفاً دست از این کار بردارید. تو یک مطالعه بسیاری از افراد گفتن که مشکلی با درآمد کمتر ندارن، اما به شرط اینکه بقیه هم همینطور باشن. نسبت به این طرز فکر محتاط باشید، چرا که نه تنها باعث خوشحالیتون نمیشه، بلکه اغلب اثر معکوس روی شما داره. موندن تو خونه. زمانی که احساس بدبختی میکنید، وسوسه میشید که از برخورد با دیگران تفره برید. این کار اشتباهیه، چرا که اجتماعی بودن برای روحیتون بسیار مفیده، حتی اگر از اون لذت نبرید. برای همه ما روزهایی تو زندگیمون وجود داره که فقط میخواییم پتو رو روی سرمون بکشیم و با هیچکی حرف نزنیم. اما بدونید اگر این حس به یک میل همیشگی تبدیل بشه، روحیتون رو کسل میکنه. زمانهایی که احساس غم باعث گریزتون از اجتماع میشه رو تشخیص بدید. بعد خودتون رو وادار کنید تا از خونه بیرون برید و با افراد تعامل کنید. تغییرات رو خودتون به چشم میبینید. تا امروز انزوا به کسی کمکی نکرده. تغییر عادتاتون برای رسیدن به خوشحالی یکی از بهترین کارهاییه که میتونید برای خودتون انجام بدید. اما این کار یک اثر مهم دیگه هم داره. وقتی خوشحالیتون رو تحت کنترل داشته باشید، اطرافیانتون هم خوشحال‌ترن. نظرات و پیشنهاداتتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. یادتون باشه، خوشحالی به معنای نبودن مشکلات نیست، بلکه توانایی کنار اومدن با اونهاست. پایدار و سربلند باشید.